سلام، چهارشنبه 27 بهمن 89 16 فوریه 2011 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه تشییع جنازه شهید جنبش سبز ایران سانه ژاله، دانشجوی کرد و اهل تسنن دانشگاه تهران، دانشکده هنر، امروز از مقابل دانشکده هنر واقع در خیابان ولی عصر روبروی خیابان بزرگ مهر برگزار میشه. دعوا بر سر او بالا گرفته، حکومت با ریاکاری با دروغ اعلام کرده که سانه دانشجوی بسیجی بوده، کارت بسیج جعل کردند و مدعی شدند که به دست جنبش کشته شده، در حالی که پیشینه سانه نشون میده نویسنده داستان اتوبوس که در شماره 37 نشریه آزما چاپ شده بوده، از نشریاتی است که اتفاقا سپاه در لیست نشریات لشکر جنگ نرم اونها رو قرار داده و سایر عضویت او در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر و عکسی که با آقای منتظری از او منتشر شده در واقع این دروغ حکومت رو آشکار بکنه. به همین دلیل هم جنبش دانشجوی ایران، نهادهای مختلف دانشجویی از جمله شورای تهران، دفتر تحکیم وحدت دانشجویی اطلاعیه دادند و اعلام کردند که مراسم تشییع جنازه او رو برگزار خواهند کرد و اجازه نمیدن که حکومت سرکوبگر، متقلب و دروغگو جنازه شهدای راه آزادی رو بدزده و به نفع خودش مصادره بکنه. اخباری هم هست که کاملا نشون میده از داخل بیمارستان به بیرون درس کرده که در واقع سانه شهید جنبش سبز ایرانه که به گلوله ستم جنایتکارا کشته شده. اخبار دیگه ای رسیده اینکه حکومت سعی داره میکنه که نیروهای زیادی رو بیاره، از شب قبل از قم و پاره شهرستان های نزدیک تهران نیرو آورده، در مسجد ارک خوابونده، در جاهای دیگه برده و قصد داره که پای این کار قدرت نمایی کنه و در واقع نشون بده که حرفی که میزنه درسته. اونچه که میشه بیان کرد این است که اگرچه دانشجویان بسیج شدند که از جنازه این شهید جنبش دانشجویی و جنبش آزادی خواهی مردم ایران دفاع بکنند و اجازه سوء استفاده به حکومت رو ندند، اما پاره بچه های دیگه هم اعلام کردند که در صورت خطر دستگیری و زد و خورد آماده کردند عکس های سانه ژاله رو که در هر جایی پخش بکنند، خودش بهترین افشاگری علیه حکومت و در صورتی که درگیری شدید باشه حرکت رو به سطح تمام خیابان‌های اطراف و تمام محله‌های تهران خواهند کشوند و در همه جا نشون خواهند داد که چگونه در واقع حکومت دزد و ریاکاره. فکر می‌کنم این یکی از اون صحنه‌های مهم و نقاط اساسی جنبش ما خواهد شد، چرا که فرصتی هست که ضمن بزرگداشت این شهید جنبش مشت حکومت دروغگو رو باز بکنه آدم و نشون بده که هیچ اصل و پرنسیپی نداره و از هیچ تقلب و دزدی و دروغی عبایی نداره. نکته دوم اینکه واکنش های مسئولین حکومت روز گذشته کاملا نشان دهنده عصبی بودن و عصبیت اونها بود. در مجلس که نمایندگان بلند شدن شعار مرگ بر آقای موسوی و کروبی سر دادن، تا حرفای متناقض آقای حداد عادل پشت میکروفون، تا تجمع در میدان ارک و آدمک آتیش زدن و رفتن جمعی از اراذل جلوی منزل آقای کروبی، مجموعه اینها بیش از هر چیز نشون دهنده این است که این حضرات اصلا فکر نمی کردند که با چنین حرکت شکوهمندی از طرف مردم مواجه بشد، به خصوص اینکه این آقایون وکلای مجلس که خیلی هاشون حق حساب از امثال آقای رحیمی گرفتند و روی اون صندلی ها جا خوش کردند، دائما زیر گوششون
ژنرال های خونریز در واقع خوندن که سرکوب کردیم دیگه مردم امکان نداره پا در خیابون بگذارن، خیالشون راحت باشه روی صندلیشون نشستن، وقتی که ناگهان مواجه شدن با این حرکت بزرگ مردم، وحشت سراپای وجودشون رو گرفته. به همین دلیل هم حرف‌های گاهی خنده‌دار، مسخره، آمار متناقض، حرف‌های متناقضی رو زدن. آقای احمدی نژاد هم خودش رو سعی کرد در مصاحبه‌ای که دیشب داشته کنار بکشه و بیشتر باز گردن دولت و گردن مجلس و مخالفین دولت و غیره بندازه و در عوض ایشون اون حرف خودش هم زده که حذف یارانه ها کار امام زمانه و تشکر از امام زمان کرده و با همون حرفای خودش سرگرمه. آقای لاریجانی هم صحبت از تشکیل کمیته هایی کرده برای رسیدگی به 25 بهمن و اینها، یکی نیست به ایشون بگه که اون ژنرال های خونریز نتونستن جلوی مردم رو بگیرن، شما حالا دنبال کمیته درست کردنی با کمیته و بروکراسی بلکه جلوی مردم رو بگیری. به هر صورت بیش از هر چیز پیروزی مردم در 25 بهمن مثل کشیده محکمی بیخ گوش حکومت بوده که اون رو سردرگم کرده. نکته سوم این که آقای اوباما رئیس جمهوری امریکا در مصاحبه مطبوعاتی که روز گذشته داشتش به شدت باز از حرکت مردم ایران دفاع کرده و گفته که ملت ایران باید اجازه اعتراض داشته باشن، ولی تأکیدم کرده که طبیعتاً ما نمیتونیم دخالت بکنیم و حمایت اخلاقی ما بیش از هر چیز هست و سایر امکاناتی که به هر حال دولت ها دارن. نکته چهارم این که آقای عبدالله گل در تهران ضمن این که در مصاحبه مطبوعاتی که با آقای احمدی نژاد داشت یک حرفی رو زد که در واقع کشورها باید، دولت‌ها باید حرف ملت‌هاشون رو گوش بکنن، ولی از اون طرف با 100 تا تاجر اومده جیب مردم ایران رو خالی بکنه، اما ظاهراً راننده رئیس دفتر ایشون به همراه رئیس دفترش که رفته بودن کتاب بخرن جلوی دانشگاه تهران، راننده رئیس دفترش کتک خورده و به این ترتیب در واقع خیلی خوب آقای عبدالله گل در جریان حوادث قرار گرفته، به اضافه اینکه پاره خبرنگاران ترک هم اگرچه بهشون اجازه ندادن اما در جمعیت حضور پیدا کردن و خیلی خوب ایشون میداند که دستی که به خون ملت ایران آغشته است داره فشار میده و پولی رو که پول خون مردم ایرانه در واقع داره سرازیر میکنه به ترکیه. ضمن اینکه بحث از اسناد ویکیلیکسی هست که نشون میده که پاره ای از مقامات حزب عدالت و توسعه مثل مقامات افغانی آلوده به پولهای حکومت ایران شده. نکته پنجم این که سرکنسول اسپانیا در ایران رو هم گرفتند و البته 3 ساعت بعد آزاد کردند در جریان تظاهرات 25 بهمن که با واکنش دولت اسپانیا و اعتراض اونها مواجه شد. نکته ششم این که آقای مهندس موسوی در پیامی از راهپیمایی شکوه‌بند 25 بهمن تقدیر کرده از ملت ایران، ایشون گفته زیر دو فشار اقتدارگرایان دنبال زر و زور و اینها که بیشتر کنایه به نظر به آقای محسن رضایی و علی لاریجانی میرسه بدون ذکر اسم، و کسان بین المللی و قدرت‌های جهانی که ایشون اسمم نیورده منظورش چه کسانیه، گلوی جنبش رو ممکنه ببرن و تسلیت گفته به ملت بابت فرزندان شهید راه آزادی. نکته هفتم این که علی نبوی فعال سیاسی در و آزادی خواهد در سمنان بازداشت شد. فرزندان آیت الله بیات زنجانی، محمد مصطفی و سوسن بیات زنجانی دستگیر شدند در تظاهرات 25 بهمن. شهربانو امامی نماینده مجالس پنجم و ششم و از جبهه اصلاح طلبان دستگیر شده. امیر خسرو دلیرسانی که به 2 سال حبس به 4 سال حبس محکوم شده بود، فعال ملی مذهبی، از بند 350 به انفرادی 209 برده شده و 2 نفر هم در سنندج به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند که جزئیات بیشتری رو حکومت از اینها اعلام نکردند. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفا و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران.